سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. مامان هستم و خیلی خوش اومدیم به ریاکشنز. آقا توی ویدیو قراره که بریم موزیک نوازش از امیر تتلو رو گوش کنیم و بهش ریاکشنشون بدیم. شاید براتون سوال باشه که چرا من این موزیک رو انتخاب کردم برای ریاکشن. این موزیک خیلی از تاریخ انتشارش گذشته و میشه گفت از موزیکای قدیمی امیر تتلوه. وقتی من موزیک زانکو به اسم مثلا ریاکشن رفتم، خیلی کامنت گذاشتن که این ملودی شبیه کار نوازشه و من به عنوان یه فرصت بودم که حتما بیام این موزیک نوازش ریاکشن برم و واقعا متوجه که آیا واقعا ملودی شبیه هم هست یا نه. و اینکه قبل از اینکه ویدیو شروع کنم، حتما چند از وقت بذارید این چنل رو سابسکرایب کنید، علامه زنگرام فعال کنید، ویدیو لایک کنید و برو بریم. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از کاور موزیک نوازش از امیر تتلو. اصلا هیچ جزئیاتی نداره. بچه همینطور که می‌بینید کاور زیاد چنگی به دل نمیزنه، ولی خب نسبت به کاورهای الان می‌خوایم حساب کنیم خیلی ضعیفه و کاور الان خیلی خفن شده از امیر تتلو و کلا نوآوری خلاقیت خیلی بیشتر شده. به هر حال بچه‌ها زیاد جزئیات نداره و نیاز نیست که من بیام خیلی زوم بشم رو کاور، مستقیم بریم رو خود موزیک که ببینیم امیر تتلو چیکار کرده. خیلی خوب ببینیم که شباهت‌ها به چه شکلیه. همین اول پیانوش معلومه که شباهت دارن. روبرا نیست احوالم، شبا بد روزا درگیر کارم، حالم خوش نی تو منو کشتی، پشت پنجره میشینم و خنده این پشت نی اخما. چقدر شعرش قشنگ بچه ها، صدا میبینی اصلا تغییر نکرده، همونه، واقعا عالیه. حالا بچه من تو تدوین هر جا که شباهت داشت براتون میذارم، خیالتون راحت باشه. تو هم قصه ها کوهن، انگا مجبورم که ازت دورم، بی تو این شب ها چقدر شومن، چقدر رفتار تأثیر داره رو من، نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم. این موزیک من اون موقع اولین بار گوش کردم چه پشم ریزونی بود برام. فکر کنم اینجاست که خیلی شباهت داره. به هر حال بازم میگم من تو تدوین براتون میذارم، اگه یه ذره دیدین عجیب غریبه، مثلا من چیزی نگفتم، بدونین که خواستم بیشتر فوکوسم رو خود موزیک نوازش امیر تتلو باشه. نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم، ولی من دلم پر میزنم اون هاتو نوازش کنم، نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه واقعا بچه 4 دقیقه مثلا موزیک تولید میکرد. واقعا الان که امیر تتلو میبینم بعضی وقتا میگه شما حق من رو ندادین، یا شما نمیدونم واسه موزیکایی که من تولید کردم باید به من پول میدادین، واقعا بعضی از وقتا من درکش میکنم که واقعا خیلی بهش کم لطفی شده. حالا من نمیخوام الان خودم مثل تتلو جا بزنم، تتلو واقعا یه جایگاهی داره که خیلی از ما اصلا شاید تو عمرمون نتونیم به اون جایگاه برسیم. حالا کاری به رفتارش اینا ندارم، کلی دارم میگم. و وقتی میبینم مثلا خودم برای ویدیوام هر ویدیو انرژی میذارم، سعی میکنم ریاکشن های فان داشته باشم، هر کسی که ویدیو منو میبینه استقبال خوبی بهش دست بده، بعد میبینم حداقل حمایت میشه یا فقط فوکوس روی خواننده هستش، اینا خیلی آدمو جورایی ناراحت میکنه. و واقعا الان من درک میکنم که تتلو چرا این حرفا رو میزنه، جدی دارم میگم. دور اجازه میده که به تو خواهش کنم، ولی من دلم پر میزنه موهاتو نوازش کنم. خداش موزیکش مشکل نداشت، چرا اون موقع بهش مجوز نمیدادن؟ خیلی موزیکش انگار برای همین الانه. وای یه چیزی میگم به اینجاش هم خیلی ترند شده بود، شاید بخندی به هم، شاید اصلا چشاتو باز ببندی بره، یه چیزی میگم فقط در حد گله، اذیت میشم بس که چشمات خوشگله، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، ما تو هر زمینه ای میکنیم پیش روی، حالام که حرف دله
چراش باله، یعنی اصلا آدم بعد این همه سال هم موزیک رو گوش میکنه انگار واسه همین الانه. واقعا تمام موزیکاش تازگی داره. وای لعنت به تو چه آدمی هستی. حرفشو میشنویم، تو میخوای بشکونی، خب باشه میشکنیم. نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم، ولی من دلم پر میزنم موهاتو نوازش کنم. ما که این حرفا رو نداریم، تو چقدر ناز داری، ما شاه و بی بی بودی. عجب موزیکی بود وای. چی کار سرباز داری، ما که دلمونو پای هرچی دلت خواست دادیم، پاس دادیم به اونی که بلد نی پاس کاری، فقط بلدی که دل منو بشکنی، اونی که گفتی واسشی حقشو بشندی، فقط میدونی که همه چیو عشقم. آهنگسازیش هم خیلی خوب بود اون موقع، مسعود جانی کم نذاش. حالا الان اگه مثلا از این ملودی و چه میدونم تنظیمش استفاده کرده باشه برای ترک مثلا زانکو، ولی اون موقع هم خودش کم نذاش براش. ولی نمیتونی ببخشید تو تنظیم میگم تدوین، تو تنظیم. نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم، نه نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه بک بوکال رو ببین تحریه داره میره. خدای من اجازه میده که به تو خواهش کنم، ولی من دلم پر میزنه موها تو نوازش کنم. واقعا وای عالیه. آقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا بودین. اینم از موزیک نوازش از امیر تتلو. بچه همیشه که گفتم اون یه تیکه که حالا یه ذره شباهت داشتش من حتما تو تدوین میذارم، اگر دیدین خیلی من دارم غیر عادی دارم بدامه میدم، بخاطر اینکه بخواستم خودم بیشتر رو خود موزیک امیر تتلو فوکوس کنم، چون واقعا این موزیکش خیلی برام خاطر است. شاید بگم از اون موقع که منتشر شد تا الان من فاصله افتاد دیگه گوش نکردم این ترک رو، با اینکه من خیلی بچه‌ام بودم ولی موزیک زیاد گوش می‌کردم، خیلی دوست داشتم. اون موقع یه نمیدونم گوشی می نوکیا بودم چی، گوشی خیلی درو داغون داشتم داخل اون گوش می‌کردم. فاز موزیکش که خیلی خوبه. حالا بچه‌ها میگفتن که تنظیمش و اینا یه جوری اسکی رفتن، حالا من تو تدوین میگم باز میذارم خودتون دیگه قضاوت کنین، ولی واقعا چیزی که هستش من همیشه میگم پرودوسرایی که با امیر تتلو کار کردن هیچ وقت من ندیدم براش کم بذارن، یعنی همیشه کاراشو خیلی خوب پرودوس می‌کردن و کارهایی که بالاخره امیر تتلو منتشر میکنه، من میگم همیشه میخوام از 10 تا ترکش هم حساب کنیم 9 تاش قبلنه، بگیم یکیش حالا مثلا ما نپسندیم. و واقعا الان من درک میکنم امیر تتلو چرا میگه که باید به من پول بدین، مثلا به من بد کردین، حق منو گرفتین، حق من این نبود. راست میگه، خدایش خیلی زحمت کشید و اصلا واقعا من میگم تو تاریخ این ایران اگه این همه آرتیست اومدن هیچکی نبود مثل امیر تتلو انقدر بوم تولید کنه، انقدر موزیکای خفن تولید کنه. تو واقعا آدمیه که پرکاره، بعد هر تیف بخواد اراده کنه آهنگ بده بیرون خدایش خفنه. یعنی اصلا نمیخوام اینجا باچه خالی کنم که تتلیفیا بیام ویو بزنم، واقعا اینجوری نیست، چون دارم خودم میکشم و میبینم وقتی انرژی میذارم اون حمایت ازم نمیشه. درک میکنم وقتی که این مسیر اومده یکی مثل حالا تتلو و این حرفا رو میزنه، من خودم اول گارد میگرفتم به این حرفاش، ولی الان واقعا حرفاشو درک میکنم. این خیلی بده و ما ایرانی ها خیلی عادت داریم که تو لحظه اون چیزایی که میبینیم یا داریم میشنویم و توجه بهش نمیکنیم و بعد از یه تایمی حالا میفهمیم ای طرف راست گفت، ای اون قضیه درست بود. و این خیلی بده که میگم تازه دارم امیر تتلو رو درکش میکنم و امیدوارم که شما از این ویدیو لذت برده باشین. در آخر ازتون میخوام که حتما من چند وقت بذارین این کانال سابسکرایب کنین، علاوه زنگ رو فعال کنین، ایدو لایک کن. بعد یه نکته که میخوام بگم دیگه از این بعد نمیخوام به موزیکای رپ ریاکشن برم، چون اصلا هیچ حمایتی نمیشه و روز به روز داره ویوهای ویدیوهای رپ هم کاهش پیدا میکنه و خیلی بالا پایین داره و خیلی داره به کانالم ضربه میزنه. و خیلی جالبیش اینه که بعضی مثلا میگن به من میگن که موزیک فلانی ریاکت برو، بچه رپ یه جوری که من مثلا یه ویدیو ازم بخواد سعی میکنم سریعتر ویدیو رو براشون بذارم، ولی باز میبینم میاد برام کامنت میذاره که چرا نذاشتی، در حالی که مثلا پست قبلی برای همون موزیک خودش از من خواست. و این باعث شد که من
دیگه ویدیوی رپ نذارم از شنبه به بعد، یعنی همیشه فقط دو تا ویدیو داریم و همشون پاپه. اصلا هدف اصلی از این کانال این بود که فقط پاپو، حالا من ریاکشن برم، حالا یه سری بحث کپی رایت به وجود اومد، گفتم که برای اینکه ویدیویی که دارم پاک میکنم جبران شه رپو شروع کنم. رپو حالا جلوتر دوباره شروع میکنم، ولی الان اصلا نمیخوام این کار انجام بدم و دوست دارم که این کانالم هم طوری شه، همینطوری که بچهای رپ ویدیو میذارن که مثلا خیلی میرن حمایت میکنن، اتحاد دارن تو پاپم، این اتفاق به وجود بیارم، چون هیچ کانالی ندیدم که مثلا من بیاد تخصصی فقط رو پاپ باشه. هستن بچه‌ها، ولی خب مثلا رپم کنارشونه. من عضو از این خانواده پاپم و خیلی راحت تر از اونم میتونم ریاکشن برم و یه جوری اونارو راحت تر میتونم فضای کاری اینا رو درک کنم، باشون در ارتباطم و چیزایی که میگم یعنی خیلی دقیق تر احساس میکنم نسبت به اونا، با اینکه اونا هم دارن زحمت میکشن، خیلی برام قابل احترامم. و اینکه یه چیزی هم که هستش، مثلا من دیدم یه کانال اون دوستم هم داره خیلی زحمت میکشه بالاخره، ولی تو یه ماه 400 تا ساب گرفت، من الان 3 ماه دارم کار میکنم 200 تا دونه ساب گرفتم، در صورتی که ویدیوهای من خیلی از اون خفن تره. یعنی واقعا اگه یه نفر تو پیش من بود این ویدیوهاشو من براتون میذاشتم، خودتون میگفتین ویدیوهای تو خیلی بهتره، کاورهای من خیلی خفنه، واقعا کاورام خفنه، یعنی ادیتوری که دارم زحمت میکشه برای کاورام و دمش هم گرم. و اینکه دوست دارم واقعا فضای پاپ هم همچین کامیونیتی به وجود بیارم که وقتی یکی میاد تو یوتیوب ببینه تو فضای پاپ ما یه کامیونیتی قوی داریم و واقعا یه تنه میخوام این کارو هر طور شده انجام بدم و اینجور نباشه که مثلا من فقط از خواننده ایکس میذارم همه یو بیام تو کانالم بشینن ویدیوشو ببینن ویو بالا بزنن، و دوستان یه جوری باشه که برای همه ویدیوام بچه‌ها بیان نگاه کنن و یه جوری اتحاد داشته باشیم، با کمال احترام به بچهای رپ پاپ کنم جای خودشون باشن، اتحاد داشته باشن و یه خودی نشون بدن بالاخره دیگه، اینقدر حاشیه نداشته باشیم و مثل رپرها یه ذره اتحاد داشتن یاد بگیریم. به هر حال این واقعا هدفمه و دوست دارم یه کانال جامع داشته باشم و محتوایی هم که تولید میکنم سرگرمی باشه در اولویت، یعنی وقتی میای چیکار کنم من عشق کنی ویدیوهای من میبینی، من چه میدونم یه حرکت فان انجام میدم کیف کنی دیگه، روز ساخته شه با یه جمله فان هم چه میدونم ریاکت فان هم و اینا. به هر حال خیلی دوست دارم، تا یه دیگه خدا بهت.